با گزارشی از آخرین وضعیت جبهه حلب و پیروزی‌های رزمندگان برنامه را آغاز می‌کنیم. انقلابیون در تل زرسو 40 نفر از مزدوران اسد را که برخی از آنان عراقی بودند در یک کمین به هلاکت رساندند و تعدادی دیگر را مجروح ساختند و خودروها و تجهیزات نظامی آنها را منهدم کردند. بقیه آنها زیر پوشش توپخانه عقب نشینی کردند. در غرب شهر انقلابیون اعلام کردند در محله راشدین پیشروی کرده و مجموعه مسکونی جدیدی را از شبه نظامیان اسد پاکسازی کردند. التقلبات في جبهات حلب بين الركود والاشتعال هي تحولات و افتخیزهای نبردها در جبهه های حلب امری است که شهر حلب را با سایر نقاط متمایز کرده است، مخصوصا جبهه راشدین که اخبار رسید از آن نشان از حوادث جدید دارد. نبرد با آتش تهیه انقلابیون آغاز شد و در جریان آن مواضع نیروهای اسد و شبه نظامیانی که در کنار آنها می‌جنگند مورد تهاجم قرار گرفت. بعد از آن درگیری های شدیدی صورت گرفت. در جریان این درگیری ها مجموعه ای از مراکز و مغازه دشمن مانند مقر عملیات تیپ موسوم به ابوالفضل العباس به کنترل رزمندگان درآمد و نزدیک به 20 نفر از نیروهای دشمن به هلاکت رسیده و مقادیر سلاح و مهمات به غنیمت گرفته شد. قرابت 20 عنصرا و اغتنام کمیت من الذخائر والأسلحة. اهمیت این جبهه به خاطر نزدیکی آن به مرکز پژوهش‌های علمی و آکادمی نظامی است. این جبهه بیشتر به محله‌های حلب جدید نزدیک است که تحت کنترل اسد است. ویژگی دیگر این جبهه این است که ورودی غرب حلب به سمت اتوبان دمشق به شمار می‌آید، مخصوصاً بعد از اینکه بیش از 75% از این محله به کنترل رزمندگان درآمده است. خصوصاً بعد ان تمت السيطرة على اكثر من 75% من الحي. رزمندگان طی چند روز گذشته توانستند ضمن در هم شکستن حملات دشمن به مناطق قوطی شرقی به پیشروی‌های خود ادامه بدهند. رزمندگان جبهه اسلامی اعلام کردند یک فروند هلیکوپتر را در آسمان منطقه ملیحه دمشق سرنگون کردند. آنها این هلیکوپتر را با موشک ضد هوایی روسی مورد اصابت قرار دادند و 3 فروند دیگر از آنها بعد از مشاهده این صحنه منطقه را ترک کردند. همچنین این رزمندگان با شبه نظامیان اسد درگیر شدند و تلفات زیادی را به آنها وارد کردند. در چند روز گذشته منطقه قوطی شرقی شاهد درگیری‌های وسیعی بین رزمندگان و مزدوران اسد بود. رزمندگان تمامی تلاش‌های نیروهای اسد و شبه نظامیان حامی آنها را در هم شکستند و با وارد آوردن خسارات زیاد آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. در همین حال رزمندگان گردان الرحمن نیز به مراکز اسد یورش بردند. آنها پایگاه 81 نیروهای دشمن در نزدیکی اتوبان بین المللی دمشق را با آتش خمپاره هدف قرار دادند. نیروهای دشمن که از رویارویی با رزمندگان عاجز مانده‌اند به دفعات مناطق مسکونی این منطقه را مورد حملات هوایی و پرتاب موشک‌های زمین به زمین قرار دادند که متاسفانه تعدادی از ساکنان قربانی این جنایت شدند و ویرانی‌های زیادی در مناطق مسکونی به بار آمد. گزارشگران صحنه خبر می‌دهند که درگیری‌های وسیعی در مناطق منتهی به اتوبان بین‌المللی السلام بین رزمندگان و نیروهای اسد صورت گرفته است. رزمندگان توانستند به چند ساختمان نیروهای اسد تهاجم کرده و آنها را پاکسازی کنند. قال قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني بمدينة ملاير الإيرانية محمد اسكندري أن الأحداث في سوريا هي في واقع الأمر حرب. سرکردگان رژیم آخوندی بار دیگر اعلام کردند ادامه جنگ در سوریه برای آنها اهمیت استراتژیک و حکم بقا دارد. لم يعد خافيا على احد بان نظام محمد اسکندری سرکرده سپاه پاسداران در شهر ملایر در یک موضع‌گیری رسمی اعلام کرد جنگی که در حال حاضر در سوریه در جریان است
در محتوا جنگ ایران با آمریکا محسوب می شود. این سرکرده سپاه همچنین اضافه کرد همکنون 42 گردان و 138 گروهان و زیرمجموعه رزمی رژیم ایران در خط مقدم سوریه برای کمک به اسد حضور دارند. برای همه روشن است که اسد تحت حمایت رژیم ایران و سپاه پاسداران و انواع شبه نظامیان وابسته به این رژیم به جنایاتش در سوریه ادامه می دهد. همینطور که برای نیروهای اسد نیز روشن است که مدیریت جنگ در سوریه با رژیم ایران است و سرکردگان سپاه پاسداران جنگ را فرماندهی و طراحی می کنند و آنها نیز باید از این سرکردگان دستور بگیرند. این واقعیت را سرکردگان رژیم ایران در چند روز گذشته بارها به صورت علنی بیان کردند که سقوط اسد چه پیامدی برای حکومت ایران دارد و این حکومت حاضر است برای سرپا نگه داشتن اسد هر کمکی بکند. سرکرده سپاه پاسداران در ملایر به روشن‌ترین صورت اذعان کرد جنگ در سوریه برای ما حکم جنگ با آمریکا را دارد. وی بدون هیچ پرده پوشی مقداری از کمک‌های نیروی رژیم ایران و اعزام نیروهای سپاه پاسداران به سوریه را اعلام کرد و گفت همکنون 42 گردان و 138 گروهان زیر نظر سپاه پاسداران در سوریه هستند. مزدورانی که به سوریه اعزام شدند از تمام استانهای ایران عضوگیری می شوند و از لحاظ مالی و تسلیحاتی توسط ارگانهای دولتی رژیم تأمین می شوند. در چند روز گذشته در رابطه با همین گزارش اخبار موثقی منتشر شد. به گفته مقام های افغانستان رژیم ایران برای جنگ در سوریه از مردم فقیر افغان نیز سوء استفاده می کند و با دادن ماهیانه 500 دلار پول و اجازه اقامت در ایران آنها را بعد از آموزش و توجیه به مناطق درگیری در سوریه می فرستد تا به رژیم اسد کمک کنند. این نیروها در ابتدا در اختیار عناصر سپاه پاسداران یا حزب الشیطان در سوریه قرار می گیرند. این خبر را یکی از سرپرستان مهاجران افغانی در ایران با سند و مدارک مستند فاش کرده است. أكد ناشطون مقتل عشرات العناصر من الحرس الثوري الإيراني. در لاذقیه سوریه رزمندگان ضربه جدی به نیروهای سپاه پاسداران وارد آوردند و ده ها تن از آنها و مزدورانشان را به هلاکت رساندند. طبق گزارشات رسیده از جبهه های شمالی و بلندی های چلما در لاذقیه در درگیری هایی که در این منطقه رخ داد حداقل 40 تن از نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان شیعی وابسته به آنها به هلاکت رسیدند. رزمندگان جبهه شام اعلام کردند این مزدوران قصد پیشروی در این جبهه را داشتند که در کمین رزمندگان گرفتار و متحمل ضربات جدی شدند. همچنین رزمندگان از اطراف مراکز نیروهای اسد را زیر آتش سنگین گرفتند و مواضع خود را در این منطقه مستحکم تر کردند. بعد از آرامش نسبی در مناطق شمال که در هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم، مجدداً درگیری‌ها در بلندی‌های تشالما و خصوصاً اطراف برج استراتژیک 45 از سر گرفته شده است. رزمندگان بارها یورش نیروهای اسد را که قصد پیشروی به سمت شهر کسب را داشتند، خنثا کردند. اتاق عملیات رزمندگان اعلام کرد 40 تن از مزدورانی که قصد داشتند مواضع خود را در بلندی‌های تشالما جلو بکشند در کمین افتادند و به هلاکت رسیدند. در ادامه این گزارش همچنین آمده است این مزدوران در اطراف برج 45 تحرکاتی داشتند که با آتش سنگین رزمندگان و سقوط خمپاره بر مواضعشان متحمل خسارات مالی شدند و تعدادی از ادوات نظامی آنان نیز منهدم شد. به تلافی این شکست‌ها نظام اسد 6 بار اقدام به آتش زدن جنگل‌های این منطقه با پرتاب بشکه‌های انفجاری کرده است. این تجاوزات تا شهر کسب و مناطق کردنشین نیز ادامه داشته است و بارها این مناطق مورد حملات هوایی قرار گرفتند که خوشبختانه تا به حال هیچ گونه خسارات جانی به ساکنان گزارش نشده است. رژیم بشار اسد بار دیگر از بیعملی جامعه بین المللی استفاده کرد و شهر کفرزیتا را با گاز شیمیایی کلور مورد حمله قرار داد.
يستخدم هنا نظام الأسد للمرة السادسة على التوالي غاز حکومت اسد بار دیگر شهر کفرزیتا را با گاز سمی کلور مورد حمله شیمیایی قرار داد. این اقدام اسد جنایت جنگی محسوب می شود. اما در فضای سکوت و بیعملی جامعه بین المللی باز هم به آن دست می زند. بسم الله الرحمن الرحیم للمره السادسه يستخدم این برای ششمین مرتبه در یک ماه گذشته است که نظام اسد از بمب‌های بشکه‌ای در حمله به مناطق مسکونی کفرزیتا استفاده می‌کنه، بمب‌هایی که حاوی گاز سمی کلور هستند. این کار تا به حال باعث آسیب دیدن خیلی از ساکنان شهر شده. این بار هم 2 نفر قربانی و 45 نفر دیگه از عوارض این گاز دچار آسیب‌های تنفسی و گوارشی شدند. ففي المساء حلقت الطائرات المروحيه فوق مدينه كفرزيتا والقت بر اثر این بمباران که در ساعات اولیه صبح به وسیله هلیکوپتر انجام شد، بشکه‌های انفجاری حاوی گاز کلور بر سر ساکنان بی‌دفاع فرود آمدند. بينما اكثر المتضررين هم اطفال مساكن المدينه بشکه‌های انفجاری و گازهای سمی بر سر این شهر ریختند و کودکان زیادی مجروح شدند. پزشکان و امدادگران بیشترین تلاش خود را کردند تا مجروحین را زودتر به بیمارستان‌ها برسانند و به ساکنان کمک کنند و آنان را به مناطقی منتقل کنند که کمترین آسیب را ببینند. تمام ساکنان شرقی منطقه کفرزیتا امروز مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند. اليوم في 19/5/2014 نظام اسد با این اعمال تمامی قوانین بین المللی را به صورت علنی زیر پا می گذارد، اما جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد در مقابل این جنایات سکوت پیشه کردند. رزمندگان ارتش آزادی در مناطق مختلف سوریه ضرباتی به نیروهای اسد، مزدوران حزب الشیطان و اجیر شدگان عراقی وارد کردند. هیئت عمومی انقلاب سوریه گفت درگیری‌های شدیدی بین ارتش آزادی و مزدوران حزب الله در جنوب بصره شام در درعا رخ داد. همچنین ارتش آزادی در روستای بریج در حلب 2 تانک و تسلیحات نیروهای اسد را منهدم کردند. در زبدانی در حومه دمشق نیروهای اسد بمباران مناطق مسکونی را از سر گرفتند و همزمان درگیری‌های شدیدی در اطراف شهر جریان داشت. منطقه حوله در هومس با توپخانه سنگین مورد تهاجم قرار گرفت. همچنین نبردهای سختی بین مزدوران داعش و ارتش آزادی در برخی از مناطق دیر الزور جریان داشت. احمد جربا در جریان دیدار از فرانسه بر ضرورت تسلیح رزمندگان و همچنین دادن سفارتخانه‌های رژیم اسد به ائتلاف ملی سوریه تاکید کرد. این سفر دستاورد سیاسی مهمی برای انقلاب سوریه بود. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند گفت بدون هیچ پیش شرطی ائتلاف ملی سوریه میتواند در پاریس سفارت افتتاح کند. این گفته را رئیس جمهور فرانسه بعد از اجلاس مشترکی که با اعضای اپوزیسیون سوریه به رهبری احمد الجربا برگزار کرد در کنفرانس مطبوعاتی اعلام نمود. اولاند همچنین اضافه کرد کشورش تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرد تا پرونده جنایات اسد را به دادگاه بین المللی جنایی بکشاند و از تمامی امکانات موجود استفاده خواهد کرد تا نظام اسد را به کیفر جنایاتی که در حق مردم این کشور انجام داده برساند، خصوصا در زمینه استفاده مجدد این رژیم از سلاح شیمیایی. در این میان احمد الجربا از تمامی کشورها خواست به رزمندگان آزادی کمک‌های بیشتری بکنند. آنها می‌توانند این کار را با در اختیار گذاشتن سلاح‌های پیشرفته و رساندن آن به دست رزمندگان انجام دهند.